یکی دیگر از انواع غضروف، غضروف الاستیک یا غضروف ارتجایی هستش که ما این غضروف رو میتونیم در لاله گوش و بعضی از در واقع غضروف های حنجره ببینیم. غضروف الاستیک از نظر ساختاری خیلی شبیه غضروف هیالن هستش. یعنی من در مورد مشخصات و ویژگی هایی که در مورد کندروسیت ها توضیح دادم در غضروف هیالن و علاوه بر این ماتریکس خارج سلولی غضروف هیالن توضیح دادم، در غضروف شفاف هم دیده میشه. تفاوتی که غضروف شفاف داره این هستش که علاوه بر رشته های در واقع کلاژن نوع دو که در غضروف الاستیک وجود داره، مقدار فراوانی از رشته های الاستیک خیلی ظریف هم در غضروف الاستیک وجود داره که میان در واقع یک شبکه ای از این در واقع رشته ها رو در ماتریکس خارج سلولی به وجود میارن. ترکیبات در واقع گلیکوز آمینو گلیکان ها، پروتئو گلیکان ها و گلیکوپروتئین ها همشون شبیه در واقع همه اون چیزهایی هستش که من در مورد غضروف شفاف توضیح دادم. غضروف ارتجایی یا الاستیک در حالت در واقع تازه تقویه رنگ زرد رنگی رو داره. میتونیم اونو در لاله گوش، در مجرای خارجی گوش، در اودیتوری تیوب یا لوله استاش، در غضروفای حنجره، در غضروف اپیگلوت و غضروف کورنیفور ما میتونیم این نوع غضروف رو ببینیم. این غضروف به واسطه داشتن رشته های الاستیک یا رشته های ارتجایی در واقع باعث میشه که الاستیسیتی در اون وجود داشته باشه. سومین نوع غضروف، غضروف رشته‌ای یا فیبروکارتیلیج هستش. همونطور که از اسمش مشخص هستش، در واقع از رشته ها تشکیل میشه که رشته هایی که در این کلاژن وجود دارن از نوع کلاژن نوع یک هستش. غضروف رشته‌ای از نظر در واقع نوع سلول ها و نوع ماتریکس باز شبیه غضروف هیالن هستش، اما این نوع غضروف در واقع تعداد کندروسیت ها و لاکوناهای کمتری داره نسبت به غضروف ارتجایی و نسبت به غضروف شفاف. این غضروف در محل اتصال در واقع بعضی از لیگامان ها در سمفیز پوبیس، در منیسک های زانو و در حلقه فیبروزی در دیسکای بین مهره ما میتونیم این نوع غضروف رو ببینیم. در ساختار میکروسکوپی که این غضروف ما میتونیم دستجاتی از رشته های کلاژن نوع یک رو ببینیم که در واقع به صورت موازی هم قرار گرفتن و باندل های کلاژنی رو تشکیل دادن. کندروسیت ها در لاکوناهاشون به صورت در واقع ردیف هایی در لابلای در واقع این رشته های کلاژن قرار میگیرن. اگه خاطرتون باشه توی بافت همبند، وقتی که در واقع بافت همبند متراکم منظم براتون توضیح داده شده، اونجا مگه خاطرتون باشه گفته میشد که این نوع بافت تشکیل میشه از باندل های از رشته های کلاژن. به خاطر همین ممکنه شما در بعضی از تکست ها بخونین که در واقع رشته کلاژن یک بافتی هستش بینابین بافت همبند متراکم و غضروف شفاف. علتش این هستش که دارای میزان فراوانی از رشته های کلاژن نوع یک هستش که شباهت داره با در واقع بافت همبند دنس یا متراکم و به علت وجود کندروسیت ها و ماتریکس خارج سلولی به غضروف هیالن شباهت داره. به خاطر در واقع داشتن میزان بالایی از رشته کلاژن نوع یک، در زیر میکروسکوپ یک ساختار اسیدوفیل هستش، تقریبا صورتی رنگ یا قرمز روشن دیده میشه. علاوه بر این پریکندریوم مشخصی نداره. چرا میگیم پریکندریوم مشخصی نداره؟ علتش این هستش که میدونین و در ابتدای بحثم گفتم که پریکندریوم خودش چیه؟ یه نوع بافت همبند متراکمه. اینجا هم گفتیم که چی؟ غضروف رشته‌ای یک در واقع ساختار بینابین بین در واقع بافت همبند متراکم و غضروف هستش. بنابراین اینها پریکندریوم دارن، ولی چون پریکندریومشون قابل تشخیص نیستش به خاطر وجود باندل های از رشته کلاژن یک، میگیم که در واقع پریکندریوم مشخصی ندارن. یکی از ساختارهایی که دارای در واقع غضروف رشته‌ای هستش دیسک بین مهره‌ای هستش که در بین مهره ها در ستون فقرات قرار میگیره. این دیسک در واقع دارای دو تا قسمت هستش. یه قسمت محیطی داره که بهش میگیم حلقه فیبروزی یا رشته‌ای که از رشته های کلاژن نوع یک یا همون در واقع فیبروکارتیلیج تشکیل میشه. در قسمت وسطش هم یه هسته مرکزی وجود داره که بهش میگیم نیوکلئوس پالپوزوس که حالت در واقع ژل مانند داره. این در واقع رشته هایی که به صورت حلقوی در دیسک قرار میگیرن باعث میشه که این دیسک ها بتونن در واقع وزن زیادی رو
متحمل بشن که در واقع از نوع رشته های کلاژن نوع یک هستن که اینجا در واقع میتونیم نمای شماتیک و اینجا هم در واقع برش عرضی در واقع از این رشته ها رو ببینیم. یه نکته ای که حالا خیلی شاید مرتبط به مبحث غضروف نباشه ولی مثلا شما میشنوین که مثلا مردم میگن که فلانی دیسک داره، علت این دیسک این هستش که همونطور که اینجا میبینین این دیسک ها بین مهره ها قرار میگیرن. عصب های نخاعی هم از سوراخ های بین مهره خارج میشن. زمانی که دیسک در واقع دچار بیرون زدگی میشه که در واقع این ناحیه یا همون در واقع هسته مرکزیش هستش که چون حالت ژله مانند داره بیرون زدگی پیدا میکنه از این ناحیه، فشار میاره به چی؟ به این عصب های نخاعی و بنابراین قسمت هایی از بدن مثل اندام های فوقانی و تحتانی که در واقع عصب دهیشون از این عصب های نخاعی هستش دچار علائم میشه. مثلا فرد میگه گزگز میکنه، نمیدونم مورمور میکنه و اگر حتی خیلی شدید بشه ممکنه حتی به درد اندام فوقانی و تحتانی هم در واقع منجر بشه. اما میخوایم بدونیم که غضروف در دوران جنینی چجوری به وجود میاد و چجوری غضروف هایی که در بدن ما هستن به وجود میاد. منشأ اولیه یا سلول های سازنده در واقع غضروف در دوران جنینی سلول های بنیادی مزانشیمی هستن، مزانکایمال استمسل، که این سلول ها در واقع در بافت مزانشیمی که در واقع داربست و کور اولیه جنین رو تشکیل میده وجود داره. میدونین که سلول های مزانشیمی دارای در واقع یه سری در واقع زوائد سیتوپلاسمی هستن. زمانی که میخوان در محلی که قرار هستش تمایز پیدا بکنن به غضروف، این سلول ها کاندنس میشن. یعنی چی؟ یعنی متراکم میشن، زوائد سیتوپلاسمیشون رو از دست میدن و تبدیل میشن به یه سری سلول های گرد یا بیزی شکلی و به صورت خیلی فشرده کنار همدیگه قرار میگیرن. این سلول ها که در واقع منشأشون سلول های مزانشیمی هستن، بعد از اینکه تمایز پیدا میکنن بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم سلول های کندروبلاست. اینها شروع میکنن به سنتز ماتریکس خارج سلولی و رشته ها و کندروبلاست ها نهایتاً که به عنوان سلول های سازنده هستن. بعد از اینکه به طور کامل ماتریکس خارج سلولی رو سنتز کردن، گفتم خدمتتون، میان داخل فضاهایی به نام لاکونا در واقع اصطلاحاً گیر میافتن. در این حالت بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم کندروسیت. کندروسیت ها در واقع سلول های بالغ غضروف هستن که برای در واقع ماندگاری غضروف لازم هستن و نهایتاً در دوران جنینی بعد از اون اینها یه مقدار در واقع هایپرتروفی میشن، اصطلاحاً یه مقدار توپل و چاق میشن و نهایتاً کندروسیت هایی رو به وجود میارن که در داخل لاکونا هستن و سلول های اصلی غضروف رو تشکیل میدن. بنابراین همونطور که دیدیم سلول های سازنده غضروف کندروبلاست هستن که میدونیم که بلاست ها در واقع سلول هایی هستن که دارای توانایی بالایی از فعالیت پروتئین سازی هستند. خب این غضروف ها شکل گرفتن ولی در واقع بعد از شکل گیری نیاز به این دارن که رشد بکنن، حالا چه در دوران جنینی و چه در بچه ها، یعنی تا زمانی که ما در واقع رشد طولی در بدنمون اتفاق میفته رشد غضروف هم ادامه پیدا میکنه. رشد غضروف به دو شکل هستش، نوع اول اپوزیشنال یا سطحی هستش و نوع دوم اینترستیشیال یا بینابینی هستش. اپوزیشنال به چه شکل هستش؟ گفتیم که غضروف ها به وسیله پرده ای از بافت همبند به نام پریکندریوم پوشیده میشن و علاوه بر این گفتیم که در این در واقع ناحیه ما یه سری سلول های مزانشیمی یا شبه مزانشیمی رو داریم. این سلول های مزانشیمی به سلول های تمایز نیافته هستن و زمانی که میخوان در واقع باعث رشد غضروف بشن به واسطه در واقع سیگنال ها و فاکتورهای تمایزی که در اونها در واقع بیان میشه میان و تبدیل میشن به کندروبلاست ها. گفتم کندروبلاست هایی که در نزدیکی پریکندریوم هستن بیزی شکل هستن و محور طولی بیزی در موازات در واقع رشته های کلاژن پریکندریوم قرار میگیره. کندروبلاست ها سلول های سازنده پروتئین هستن، شروع میکنن به سنتز ماتریکس خارج سلولی، ماده زمینه‌ای و بعد تمایز پیدا میکنن به چی؟ به کندروسیت ها، که کندروسیت ها سلول های تقریبا گرد و بزرگی هستند که به تدریج به قسمت های عمقی تر غضروف مهاجرت پیدا میکنن و نهایتا تبدیل میشن به سلول مچور و بالغ در غضروف که مچور کندروسایت نامیده میشن. بنابراین توی این در واقع قسمت و توی این روش میبینیم که کندروسیت هایی که در غضروف وجود دارن از سلول های مزانشیمی که در ناحیه
پریکندریوم وجود دارن در واقع مشتق میشن، از اونها تمایز پیدا میکنن. به خاطر همین به این نوع رشد غضروف میگیم چی؟ رشد اپوزیشنال یا رشد سطحی، از سطح در واقع رشد پیدا میکنه. خب حالا این کندروسیت هایی که در واقع از کندروبلاست ها مشتق شدن میتونن در یک روش دیگه‌ای که بهش میگیم اینترستیشیال در قسمت های عمقی غضروف در واقع تقسیم میتوز درشون انجام بگیره و بیان در واقع کندروسیت های بیشتری رو به وجود بیارن، تبدیل بشن به دوتا و هر کدوم از اونها دوباره تبدیل بشن به در واقع دوتای دیگه و نهایتاً میان و در واقع همون گروه های ایزوژنی که خدمتتون توضیح دادم رو به وجود میارن. همونطور که میبینین و گفتم اول این دوتا کندروسیت هایی که از یک کندروسیت به وجود میان در داخل یه لاکونا هستن، ولی بعدن چی میشن؟ هر کدومشون برای خودشون لاکونای مجزایی رو به وجود میارن. خب اگه بخوایم یه جنبندی و نتیجه گیری از مفصل غضروف داشته باشیم، غضروف یه نوع بافت همبند اختصاصی هستش و میتونه به عنوان یک بافت همبند حمایتی عمل بکنه. دیدیم که به عنوان یک پد یا بالشتکی در انتهای در واقع استخوان‌ها در ساختار مفاصل قرار میگیره و باعث در واقع کاهش اصطکاک هنگام حرکت میشه. علاوه بر این میتونیم در قفسه سینه، در گوش، در دستگاه تنفس، در بینی و انشعابات نای و خود نای هم میتونیم ما در واقع ساختار غضروف رو ببینیم. غضروف نه مثل استخوان خیلی سخت و ریجید هستش و نه مثل بافت همبند خیلی در واقع نرم و شل هستش و به خاطر همین ساختاری که داره یک بافت ژله مانندی هستش که میتونه اون عمل کردش که میتونه به عنوان گیرنده شوک عمل بکنه میتونه عمل بکنه. سلول های غضروف کندروسیت ها هستن و ماتریکس در واقع غضروف هم تشکیل میشه از ترکیبی از گلیکوز آمینوگلیکان ها، پروتئوگلیکان ها، رشته های کلاژن و در بعضی از انواع اونها از رشته های الاستیک هم میتونه تشکیل بشه. مبحثی که براتون توضیح دادم رو میتونین از کتاب بافشناسی پایه جان کویرا ادیشن 2019 مطالعه بفرمایید. ممنون از توجه شما.